یکی از مهمترین فعالیت‌های مقاومت ایران در روزهای اخیر جلسه زنان به مناسبت روز جهانی زن بود. مراسم روز جهانی زن که روز شنبه 13 اسفند در بروکسل برگزار شد مورد توجه بسیاری از ناظران و رسانه‌ها قرار گرفت. با آقای فردین ماهوچیان همراه میشیم تا کمی بیشتر در این رابطه بدونیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای ماهوچیان و خیلی خوش آمدید به برنامه ایران به پا می‌خیزد. سلام از بنده هستش خدمت شما و همه دست اندرکاران سیمای آزادی و بهترین درودها رو دارم به قیام آفریدان در داخل ایران، کانون‌های قهرمان شورشی در خدمتتون هستم. درود بر شما، خیلی لطف کردید. آقای ماهوچیان، شما در مراسم روز جهانی زن حضور داشتید. از اون مراسم برامون بگید و اینکه از نظر شما چه نکته یا نکات برجسته‌ای در این مراسم وجود داشت؟ بله، البته نکته نمیشه گفت، ابعاد این جلسه اونقدر زیاد بود که همون نکات بهتر میتونه جوابگوش باشه، به خاطر که در یک کلام اگر در جریان باشین، آسوشیتد پرس گزارشی داشتش که رهبران زن مشهور از اروپا و آمریکا در این کنفرانس شرکت کرده بودند و تمرکز بر نقش رهبری زنان در انقلاب مردم ایران و مبارزه اونها علیه رژیم زنستیز آخوندی بوده. به خاطر همین این جلسه ابعاد بسیاری داشت، چه از نظر شرکت کنندگان که من هم جزوی از همون شرکت کنندگان بودم، چه به اون به اصطلاح سخنرانان و همراهان و چه حضور خود خانم رجوی در این جلسه و ارتباط مستقیم با اشرف سه و دیدن خواهران مجاهدمون رهبری به اصطلاح شورای رهبری مجاهدین در این اجلاس و صحبت هایی که به اصطلاح مهمانان این جلسه کردن چشمگیر بود. خود سخنرانی خانم مریم رجوی بسیار بسیار قوی بود، همه را تحت تاثیر قرار داده بود. مثل چند دهه گذشته که رهبری این جنبش، رهبری زنان ایران رو خودشون در دست گرفتن و همه پیروزی هایی که نصیب ما مردم ایران و مقاومت ایران شده به برکت وجود خودشون و رهبری خودشون بود، نکات بسیار بسیار حساسی هستش که میشه به تک تکش اشاره کرد. سخنرانی خود خانم رجوی اول با اشاره به همدردی با خانواده ها که در رابطه با به اصطلاح رژیم که به مسمومیت در مدارس هستش و 3 ماه ادامه داره و فراخوان ایشون به سازمان ملل متحد و یونیسف و گزارشگر ویژه خشونت در مورد زنان بودش که خواستن که خودشون رو وارد صحنه کنن و کاری انجام بدن و صحبت های به اصطلاح خانم مریم رجوی نکته به نکته و بیان 10 ماده‌ای خودشون رو انعکاس میداد و اینکه قیام و قهرمانی زنان ایران دنیا رو مسحور کرده، مقاومت مبارزه و جانفشانی زن ایرانی در سایه سنگین سکوت و مماشات فرو رفته. یعنی ابعاد مبارزات زنان ایران اونقدر زیاده که اگر این دستگاه مماشات نبود زودتر از این قیام ها میتونست این فریاد به جهان شنیده بشه، چون الان ما واقف هستیم که پس از چند ماه قیامی که داشتیم و حضور زنان و دختران قهرمان در صف اول این مقاومت جهان رو شگفت زده کرده. چرا تا الان شگفت زده شدن؟ به خاطر که اخبارش نمی اومد بیرون. اگر ما یک نگاهی داشته باشیم به مقاومت چند دهه گذشته ایران، میبینیم که از روز اولی که این خمینی اومد روی کار، همین قهرمانی ها، همین شجاعت ها، همین فداکاری ها در صف اولش زنان مجاهد و مبارز ایران بودن که متاسفانه اونجوری که خانم مریم رجوی اشاره کرد در پس به اصطلاح این سیاست مماشات پوشیده بود و دنیا نفهمیده بود که در ایران چه میگذره. همون چیزی فریادی که خانم اشرف رجوی، شهید اشرف رجوی، اشرف زنان مجاهد خلق، همون موقع هم در نامه هاشون نوشته بودن که جهان خبردار نشد که بر سر زن ایرانی چه آمده. اما به برکت حضور خود خانم رجوی طی چند دهه گذشته و فعالیت هایی که ایشون کردن، من خودم امروز یکی از فیلم ها گزارش ها رو می دیدم، فقط طی 2 دهه گذشته بیش از 30 ملاقاتشون رو من دیدم در این فیلم، نمیگم 30 تاست، به یقین بیشتره. حضور ایشون در پارلمان اروپا، حضور ایشون در سنای بلژیک و تمامی مجامع بین المللی، همین آلمان چند بار تشریف آوردن، نروژ، و صدای زنان ایران رو رسونده بودن. اما باز هم همون سیاست مماشات جلوگیری کرده بود که به یمن قیام و رهبری همین مقاومت در این قیام، چون ادامه همون 14 قیام هستش که الان فریاد زنان ایران به جهان میرسه و حضور این همه
زنان به اصطلاح سیاسی، حقوق بشری، فعالان زن در یک چنین اجلاسی خودش نشانه کوچکی از فعالیت بزرگ مقاومت ایران که در رأسش خانم رجوی هستش که این نکات نکاتی هستش که نمیشد از بغلش گذشت و تک تک سخنرانان، مهمانانی که سخنرانی میکردن در تایید صحبتاشون خط و راه یک جمهوری دموکراتیک و آینده روشنی رو برای ایران آرزو میکردن و تایید خط و خطوطی که خانم مریم رجوی حتما در ملاقاتایی که با اینها داشتن یا در سخنرانی همین روز اجلاس داشتن. و فراموش نکنیم که این اجلاس با عنوان پیش به سوی یک جمهوری دموکراتیک به پیشتازی زنان ایران در صف مقدم، به نظر من در همین اجلاس به ثبت رسید و درست هم به ثبت رسید. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای موچیان، شما اشاره کردین به حضور سایر شخصیت ها در این اجلاس. به نظر شما برجسته ترین حرف این شخصیت ها چه بود؟ ببینید، شخصیت های سیاسی به اصطلاح با وزنی در اینجا شرکت کرده بودند. مثلا برای نمونه از همین آلمان که من زندگی میکنم، خانم آنگرت کرام کارنبا وزیر دفاع سابق دولت مرکل بوده، نفر دوم حزبش بوده. و بقیه به اصطلاح شرکت کننده ها که من لیستشون آوردم، ولی میدونم که وقت ما به اصطلاح نمیرسه که بخوام تک تک این نام ها رو ببرم، شخصیت های بسیار به اصطلاح معروف سیاسی، همونطور که خدمتون گفتم آشیل پرز هم گزارش کرده بود، مثل برنده جایزه صلح نوبل 2022 از اوکراین، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپا و رئیس پیشین فدراسیون وکلا با بیش از 1 میلیون عضو، از نخست وزیر سابق به اصطلاح فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نخست وزیر سابق اسلوواکی هم شرکت داشتن، و از کانادا، استرالیا، بلژیک، نمایندگان پارلمان. پس میخوام بگم که کسانی که شرکت کرده بودن خودشون وزن سیاسی خاصی داشتن، تک به تکشون، اما در جای شرکت کردن که من فکر میکنم این وزن سیاسی خودشون رو در هر سبدی خرج نخواهند کرد. پس نشونگر این هستش که مقاومت ایران و خانم رجوی به عنوان رهبر این مقاومت، به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت که خواهان آزادی و جمهوری، یک جمهوری دموکراتیک در ایران هستند، اینها میدونن کجا آمدن، میدونن از چی دفاع میکنن. برای نمونه خدمتتون بگم، نماینده پارلمان فدرال بلژیک میگه ما باید حقوق زنان را امروز جشن میگرفتیم، ولی داریم برای حقوقشان در ایران میجنگیم. یا همین خانم وزیر دفاع گفت که ما باید از شما حمایت کنیم، ما باید در کنار شما بجنگیم، و به صراحت و به سادگی و بسیار قشنگ گفتش که نمیتونه خودش ببینه که آیا میتونست جای زنان ایران در برابر یک همچین رژیمی بیسته و بجنگه که دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه. و ما در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم، در یک کشور امن، و باید از شما حمایت کنیم و در کنار شما در برابر این رژیم می جنگیم. یا نماینده ارشد پارلمان کانادا بودش، خانم جودی استرو، که طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی رو به عنوان مدلی یا تنها مدلی برای ایران، برای به صورتی که باید بهش احترام گذاشت و جهان باید نسبت به این 10 ماده‌ای آگاه بشه، و از خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت اعلام حمایت خودشو کرد. میدونم که وقتمون اونقدر نیستش که من بخوام تک تک این سخنرانا که بیش از 30 نفر بودن رو نمونه بگم، ولی یک مجموعه که من شنیدم از تمامی اینها حمایت بسیار بسیار محکم از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آزاد و ایران فردا بودش، و اینکه در کنار زنان مجاهد خلق، همون 1000 به اصطلاح زن مجاهد خلق که در شورای رهبری هستند، ایستادن و صدای اونها میخوان باشن. این کم سرمایه ای نمیتونه باشه که زنان به اصطلاح مشهور جهان، زنان سیاسی، حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان در جهان بخوان سخنگو و حامی و رساندن صدای این به اصطلاح انقلاب ما که به پیشتازی زنان ایران هستش باشن. این کم سرمایه ای نمیتونه باشه، اما این سرمایه مفت و مجانی به دست نیومده، با تلاش های بسیار بسیار زیاده خود خانم رجوی و اون به صلاح دم و دستگاه های این مقاومت که تحت رهبری خانم رجوی هستن به دست اومده، بسیار قابل احترام. به من به عنوان یک مرد ایرانی، به عنوان هوادار این مقاومت، جز باعث غرور من و افتخار من نمیشه که یک چنین زنانی
در چهارسوی جهان و در داخل ایران در کانونهای شورشی مبارزه ای رو به پیش بردن که صدای بیش از 100 سال مردم ایران شنیده شد. این یک سرمایه بسیار بسیار گرانقدره و باید ازش حفاظت بشه و باید ازش حمایت بشه و باید ما ادامه دهنده صدای اونها در کنار بقیه مردم جهان باشیم. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای ماهوتچیان، خیلی ممنونیم از حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار عالی و تاثیرگذارتون. من هم متشکرم که این فرصت رو به من دادی که در خدمت باشم. میدونم که نتونستم ذره ای رو از آن دریایی که دیدم عنوان کنم. خسته نباشید. خیلی لطف کردین. خدا نگهدارتون.